شفای زندگی فصل سیزده ثروت من لایق بهترین هستم و اکنون بهترین را میپذیرم اگر بخواید عبارت تأکیدی شما براتون به حقیقت در یند لازمه که به جملات زیر اعتقاد نداشته باشید پول که توی خیابون نریخته پول کثیفه پول پلیده من فقیرم اما پاک و درست کارم ثروتمندا کلاه بردارن نمیخوام پول داشته باشم و به خودم مغرور بشم من هرگز کار خوب پیدا نمیکنم هیچ وقت پول در نمیارم پول چرک کف دسته پول آسون از دست میره و سخت به دست میاد من همیشه قرض دارم پول که علف خرس نیست مردم فقیرن و همیشه زیر دستن پدر و مادرم تنگ دست بودن و منم تنگ دست خواهم بود هنرمندا مجبورن زحمت بکشن فقط شیادا میتونن پولدار بشن اول نوبت بقیه است من نمیتونم این همه از مردم پول بگیرم لیاقتش رو ندارم استحقاق پول درآوردن ندارم هرگز به کسی نگو که در بانک چقدر پول داری پول قرض نده یک قرون یک قرون باید جمع کرد برای روز مبادا پول کنار بذار هر لحظه ممکنه کسادی پیش بیاد من از پولدارا بیزارم آدم در صورتی پولدار میشه که تقلا کنه کدوم یک از این اعتقادا باور شماست آیا واقعا فکر میکنید که چنین اعتقاداتی براتون ثروت میاره اینا اندیشه های محدود کننده است شاید خانواده شما درباره پول چنین اعتقاداتی داشتن چون تا زمانی که اعتقادهای اونها را خداگاهانه رها نکنیم این باورها با ما هستند این اعتقادها از کجا اومدند اگر میخواید توانگر بشید باید هوشیارانه شما را ترک کنند به نظر من ثروت راستین ما داشتن احساس نیکو نسبت به خود آغاز میشه همچنین این احساس که هرگاه بخواین کاری بکنین آزاد هستین مسئله هرگز مقدار پول و میزان ثروت نیست مسئله جایگاه ذهنی شماست ثروت یا فقر تنها نمایانگر آرمانهایی که در سر شما میگذره. استحقاق اگر این عقیده رو نپذیریم که استحقاق توانگری رو داریم حتی اون وقت که ثروت در دامن ما بریزه به طریقی اون رو نمیپذیریم. به مثال زیر توجه کنید. یکی از شاگردانم که برای افزایش توانگری به کلاسم اومده بود شبی بسیار هیجان زده به کلاس اومد چون 500 دلار برنده شده بود بکریز میگفت باورم نمیشه من هیچ وقت برنده نمیشم ما میدونستیم که این باستاب دگرگونی در آگاهی اون بوده اما او همچنان احساس میکرد که به راستی استحقاقشو نداره هفته بعد نتونست به کلاس بیاد چون پاش شکسته بود مبلغی که میبایست به پزشک پرداخت میکرد 500 دلار بود او از پیش رفتن در مسیر تازه توانگری وحشت کرده بود و احساس می کرد لیاقتش رو نداره. پس از این راه خودش رو مجازات کرد. به هرچه بیاندیشی محصایش پیدا میکنه پس به صورت حساب هاتون نگاه نکنید. اگر به تنگ دستی و قرض توجه کنید، تنگ دستی و قرض بیشتری خواهید آفرید. خزانه ی کائنات لبریز و لایتناهیه. آگاهی از این امر را آغاز کنید در شبی محتابی ستاره ها رو بشمرید یا مشتی شن به دست بگیرید و دونه هاشو بشمرید برگ های شاخه های یه درخت قطره های بارون دونه های گوجه فرنگی یه دونه گوجه فرنگی میتونه یه باغ بزرگ گوجه فرنگی با گوجه فرنگی های بیشمار باشه برای اون چه دارید شاکر باشید تا شاهد افسایشش بشید من دوست دارم همه اون چه حالا در زندگی من هست با محبت متبرک کنم. خونم، گرما، آب، برق، تلفن، اساس، لوله کشی، ابزار و وسایل، لباس حمل و نقل. همونقدر پولی رو که دارم، دوستان، توانایی دیدن، احساس کردن، چشیدن، لمس کردن، راه رفتن و لذت بردن از این سیاره تصور ناپذیر رو. اعتقاد ما به تنگ دستی و تنگ نا تنها چیزیه که ما رو محدود میکنه. آیا پول و تنها به این منظور میخواهید که به دیگران کمک کنید؟ در این صورت معتقدید که بی ارزش هستید. مطمئن شید که همین حالا دست رد به سینه ثروت زنید. اگر دوستی شما را به شام دعوت کنه با شادی بپذیرید این احساس رو نداشته باشید که با مردم معامله می کنید اگر هدیه ای دریافت کردید در نهایت لطف اونو بپذیرید اگر نمیتونید از اون استفاده کنید شما همون رو هدیه بدید. بذارید که اشیا از طریق شما رد و بدل بشن فقط لبخند بزنید و بگید متشکرم به این طریق میذارید کائنات دریابه که آمادگی دریافت خیر و صلاح خودتون رو دارید برای چیزهای تازه جا باز کنید یخشال خودتون رو تمیز کنید تهمونده غذا رو تو کاغذ آلمینیومی بپیچید و دور بریزید گنجه ی لباس خودتون رو خالی و تمیز کنید خودتون رو از شر لباسهایی که در شش ماه گذشته نپوشیدید خلاص کنید اگر یک ساله که اونها رو نپوشیدید حتما اونا رو از خونه خودتون دور کنید بفروشید معاوضه کنید ببخشید دور بریزید بسوزونید اما نگه ندارید گنجه های در هم بر هم نشونه ذهن در هم ریخته است وقتی گنجه خودتون رو تمیز و مرتب می کنید با خودتون بگید گنجه های ذهنم رو تمیز و مرتب می کنم کائنات اشارات نمادی رو دوست داره مخصیم بار که این مفهوم رو شنیدم که فراوانی کائنات در اختیار همه ماست به نظرم خنددار بود با خودم گفتم به همه تنگ دستا نگاه کن به فقر چاره ناپذیر خودم نگاه کن شنیدن اینکه فقر تو حاصل اعتقادیه که در هوشیاریت نقش بسته فقط خشمگینم کرد سالها طول کشید تا تونستم دریابم و بپذیرم که من تنها کسی هستم که مسئول عدم توانگری خودمم اعتمادم این بود که بیارزشم لیاقت ندارم پول درآوردن سخت استعداد و توانایی لازم رو ندارم و همه این باورها منو در نظام ذهنی بیپولی پولی نگه داشته بود. پول درآوردن آوردن آسون ترین کاره. واکنش شما نسبت به این جمله چیه؟ آیا اون رو باور می آیا خشمتون رو برمی انگیزه؟ آیا براتون بی تفاوته؟ حاضرید که این کتاب رو از اتاق بندازید میرون؟ هر کدوم از این اعتقادها رو که داشته باشید خوبه. چون با چیزی در جرفای وجود خودتون تماس گرفتید با نقطه حساس مقاومت در برابر حقیقت این زمینه که باید بر اون کار کرد زمانش فرا رسیده که خودتون رو به روی توانایی دریافت پول و ثروت و همه ی خیر و خوشی باز کنید صورت حساب خودتون رو دوست بدارید لازمه که از دلهوره برای پول دست برداریم و از نفرت نسبت به صورت حساب همون دست بکشیم. مردم بسیاری به گونه ای با قبس ها و صورت حساب رفتار میکنن انگار مجازاتشون کردن. فرض طلبکار اینه که شما دارا هستید و پیش از دریافت پول خدمت یا کالای خودتون رو در اختیارتون میذاره من هرگاه چکی می نویسم اونو می بوسم و با محبت متبرکش می کنم. اگر با نفرت و انزجار پولی بپردازید پول دشوار به شما برمیگرده. اگر با محبت و شادمانی بپردازید شاهراه بازگشت آزادانه پول به سوی شما باز میشه. با پول مثل دوست رفتار کنید نه مثل دستمال مچاله یا دستمال کهنه ای که در جیبتون فرو کردید. شغل یا حساب بانکی یا سرمایه گذاری ها همسر و پدر و مادرتون موجب امنیت شما نیست. ایمنی شما در توانایی شما برای تماس با قدرت کیهانیه که همه چیز آفریده. من دوست دارم فکر کنم قدرتی که در تن من نفس میکشه همون قدرتیه که همه ی نیاز هام رو به آسونی و سادگی برآورده میکنه کائنات سرشار از وفور و فراوانیه و این حق حیات ماست که به هر چه نیاز داشته باشیم اونو داشته باشیم مگر اینکه خلاف این اعتقاد رو بر بگذیم. هر وقت از تلفنم استفاده می کنم با محبتون رو متبرک می کنم و اغلب به تاکید میگم که تلفن من تنها برام ثروت و ابراز محبت میاره با صندوق پستی من همین رفتار رو دارم احساس می کنم که هر روز لبریز از پول و انبا و اقسام نامه های مهرامیز از جانب دوستان و مراجعان و خوانندگانی که در دور دست ها کتابم خوندن از دریافت قبضا و صورت حساب ها به وجد میام و از شرکت ها و سازمان هایی که به من اعتماد کردن و این پول رو به اونها پرداخت میکنم سپاس گذارم. زنگ خونه با آستانه در رو متبرک میکنم و میدونم که تنها خیر و خوشی به خونم سر میزنه. انتظار دارم که زندگیم نیکو و شادمان باشه و چنین هم هست. از خوشبختی دیگران خوشحال شید. با نفرت و حسد نسبت به دارایی دیگری ثروت خودتون رو به تأخیر نندازید از راهی که اونها برای مصرف پول خودشون برمیگزینن انتقاد نکنید این امر به شما مربوط نیست هرکس در لوای قانون هوشیاری و آگاهی خودشه تنها مراقب اندیشه های خودتون باشید برای خوش اقبالی دیگران برکت بطلبید و بدونید که برای همه به وفور هست آیا در اندا... انعام دادن خصیص هستید؟ آیا به کسانی که دستشویی ها را تمیز می جواب سر بالا می آیا به دربون و مستخدم اداره یا منزل خودتون عیدی میدید؟ آیا وقتی پول خورد برای خرید سبزی یا نون ندارید؟ بازم پول خوردار را نگه می دارید؟ آیا همیشه از مغازه های ارزون قیمت خرید می کنید و در رستوران های ارزون قیمت ارزون ترین غذاها را سفارش میدید؟ قانونی هست به نام ارزه و تقاضا تقاضا ابتدا میاد پول به اونجا میره که در اون نیاز هست فقیرترین خانواده ها هم تقریبا همیشه میتونن برای مراسم کفن و دفنشون پول جور کنند تجسم اقیانوس فراوانی هوشیاری شما از ثروت به پول بستگی نداره پول شما به هوشیاریتون از ثروت بستگی داره چون بتونید ثروت بیشتری رو تصور کنید ثروت بیشتری به سراغتون میاد تجسم ایستادن کنار اقیانوس و نگریستن به بیکرانگی اون رو دوست دارم و میدونم که این اقیانوس همون وفوریه که در اختیارمه به دستهای خودم می نگرم و میبینم که چه ظرفی رو آماده کردم آیا ظرف شما یه قاشق چایخوریه یا انگشتونه ای که وسطش سوراخه یا یه فنجون یا یه لیوان یا یه کوزه یا یه سطر یه لگن رخشویی یا شهدم دوله کشی کرده باشید به این اقیانوس فراوانی به پیرامون خودتون بنگرید و دریابید که هر چند نفرم که باشید و هر قد که ظرف همراه آورده باشید باز برای همه به وفور هست شما نمیتونید حق دیگری رو بربایید و دیگری هم نمیتونه این کار رو در حق شما بکنه کسی نمیتونه این اقیانوس رو خشک و خالی کنه ظرف شما هوشیاری شماست که همواره میتونه دگرگون و بزرگتر بشه تا میتونید برای انجام این تمرین وقت بذارید تا آگاهی خودتون رو بگسترانید و عظمت نامحدود این خزانه لایتناهی رو احساس کنید آغوش خود را بگشایید من دست کم روزی یک بار با آغوش کاملا گشوده میشینم و میگم آغوش من برای پذیرفتن همه خیر و خوشی و فراوانی کائنات گشوده است و این به من احساس گسترش میده کائنات تنها اون چیزی رو میتونه به من ببخشه که در هوشیاری من هست و من همواره میتونم هوشیاری وسیعتری برای خودم بیافرینم هوشیاری مانند خزانه کیهانیه و من با افسایشش نسبت به توانایی های آفرینش خود در این خزانه سپرده های ذهنی میذارم مراقبه و درمان ها با عبارت های و دیعه های ذهنی هستند بیایید گذاشتن سپرده های روزانه را به یک عادت بدل کنیم تنها پول بیشتر داشتن کافی نیست ما می‌خواهیم که از این پول لذت ببریم آیا به خودتون اجازه میدید که پول وسایل تفریح شما رو فراهم کنه؟ آیا اجازه نمیدید؟ چرا؟ آیا هفته گذشته از پول خودتون لذت بردید؟ اگر نبردید دلیلش چی بود؟ کدوم اعتقاد کهنه شما شما رو باز داشت؟ بذارید این اعتقاد کهنه بره. لازم نیست پول مسئله جدی زندگی شما باشه از دور بهش نگاه کنید پول وسیله مبادله است همین اگر به پول نیاز نداشتید چه کار میکردید؟ چه میداشتید؟ جری گیلز نویسنده یک کتاب عشق پول که یکی از بهترین کتاب که درباره پول خوندم پیشنهاد میکنه که برای خودتون جریمه فقر بیافرینید. هرگاه درباره پول میاندیشیم یا کلامی منفی به زبون میاریم باید به مقدار معینی خودمون رو جریمه کنیم و این پول رو کنار بذاریم و آخر هفته اون رو خرج تفریح کنیم ما باید مفاهیمی رو که درباره پول داریم تکون بدیم دریافتم که آموزش سمیناری درباره مسائل جنسی آسونتر از پوله اگر اعتقادات پولی مردم به مبارزه دعوت بشه به شدت خشمگین میشن حتی اشخاصی که خودشون به سمینار میان و به راستی میخوان که پول بیشتری داشته باشن همین که میکوشم اعتقادات محدود کنندشون رو عوض کنم دیوانه میشن من مشتاقم که عوض بشم من مشتاقم که اعتقادهای کهنه رو رها کنم گاه ما باید مدت ها این جمله ها رو تکرار کنیم تا بتونیم برای آغاز آفرینش ثروت فضا ایجاد کنیم ما میخواهیم ذهنیت درآمد ثابت را رها کنیم با اصرار بر اینکه تنها حقوق یا درآمدی معین دارید کائنات را محدود نکنید حقوق یا درآمد یکی از راه هاست اما منشأ شما نیست برکت شما از یگان منشأ میاد از خود کائنات راه های بیشمار نامحدودی وجود دارند باید در هوشیاری خود بپذیریم که برکت میتونه از هر جا و همه جا بیاد اون وقت از خیابون که میشیم یه سکه یه ریالی یا یه تومنی پیدا میکنیم و به من شعر میگیم متشکرم ممکنه کوچیک باشه اما گشایش راه های تازه آغاز شده آغوش من برای پذیرش راه های تازه درآمد گشوده است اکنون خیر و خوشی خودم رو از منشه های منتظر و نامنتظر دریافت میکنم موجودی نامحدودم که برکت خود را از منشه نامحدود و از راهی نامحدود میاره میپذیرم. از نشانه های کوچک آغاز کار به وجد بیایید. هنگامی که روی افزایش ثروت کار میکنیم همیشه بر طبق اعتقادهایی که به لیاقت خودمون داریم چیزی به دست میاریم. نویسنده برای افزایش درآمدش کار میکرد. یکی از جملات تأکیدی او این بود که من از راه نویسندگی پول خوبی در میارم. سه روز بعد به قهوه خونه ای رفت که معمولا صبحانش اونجا میخورد. پشت میزی نشست و کاغذاش رو په کرد. مدیر قهوه خونه نزدش اومد و از او پرسید شما نویسنده این مگه نه؟ آیا برام چند چیز می نویسید؟ اون وقت براش چند کارت آورد و خواست که روی اونها بنویسه. غذای بوغلمون چهار دلار. در عوض پول صبحانه رو از او نگرفت. این رویداد کوچیک آغاز دگرگونی هوشیاری او رو نشونش داد و به فروش آثارش پرداخت ثروت را دریابید شروع کنید به تشخیص ثروت در همه جا و از اونها به وجد بیایید آلی جناب آیکه واعظ مشهور نیویورک به خاطر می آورد وقتی فقیر بود عادت داشت از برابر رستوران ها و خونه ها و اتومبیل ها و لباس فروشی های گرون قیمت که میگذره به صدای بلند بگه این متعلق به منه اینم متعلق به منه بذارید خونه ی خیال انگیز و بانک های مجلل و همه ی لباس فروشی های زیبا و حتی نازیبا به شما احساس شادمانی بده دریابید که همه ی اینها جزئی ای از وفور نعمت در زندگی شماست و شما بر هوشیاری خود می افزایی تا در صورت دلخواه صاحب همه ی اینها بشید به هنگام دیدن مردم خوشبوش با خودتون فکر کنید آیا نازنین و شگفت انگیز نیست که اونها از چنین وفور نعمتی بهرمندن؟ این فراوانی در دنیای منه و در اختیار همه ماست ما که برکت کس دیگری رو نمیخوایم خیر و خوشی خودمون رو میخوایم و با این همه صاحب هیچ چیز نیستیم تنها برای مدت زمانی اموال خودمون رو استفاده میکنیم تا به دست یه نفر دیگه برسه گاه شاید مایملکی يل... ما به مدت چند نست در خانواده بمونه اما سرانجام به دست دیگری میرسه زندگی آهنگ و جریان طبیعی شده، داره اشیا میان و میرن من معتقدم که وقتی چیزی میره تنها به این منظوره که برای چیز تازهی و بهتری جا باز کنه تمجیدها رو بپذیرید چه بسیارن مردمانی که میخوان ثروتمند باشن و با این حال تمجید رو نمیپذیرند من مراجعان بسیاری دارم که هنرپیشه هایی در حال شکوفایی هستند یا ستاره هایی که میخوان درخشان بشن و باز در برابر تعریف و تمجید فروتنی میکنن تحسین و تمجید هدایای ثروت هستند بیاموزید که اونها رو در نهایت لطف بپذیرید مادرم در اوان کودکی به من آموخت که به هنگام دریافت تمجید یا هدیه لبخند بزنم و بگم متشکرم در سراسر عمرم این یکی از دارایی های من بوده چه بهتر که تمجید رو بپذیریم و بازگردانیم تا گوینده هم احساس کنه هدیه دریافت کرده این یکی از راه های حفظ جریان نیکیه از این نعمت که میتونید هر روز صبح بیدار بشید و روزی تازه را تجربه کنید به وجد بیایید از اینکه زنده و سالم و صاحب دوستان و خلاقیت و نمونه زندگی شادمانی هستید شاد باشید بر طبق والاترین هوشیاریتون زندگی کنید از فرایند تحولتون لذت ببرید در لایتناهای حیات آنجا که ساکنم همه چیز عالی و کامل و تمام ایار است من با قدرتی که من آفرید یگانم من جریان وفور ثروتی رو که کائنات در اختیارم میذاره با آغوش باز میپذیرم پیش از این که بخوام همه ی نیاز و برآورده میشن من در پرتو هدایت و حمایت الهی به انتخابهایی دست میزنم که برام سودمند من از کامیابی های دیگران به وجد میام و میدونم که برای همه ما بفور نعمت هست من همواره بر هوشیاری خداگاه خیش از این فراوانی می و با درآمد همواره افزاینده خود اون رو باز می توانم. خیر و خوشی من از همه جا و از همه کس به نزدم میاد. در جهانم همه چیز نیکوست